جوانی نکردم از همه شما بیشتر. یه روز من تو دانشگاه بند نبودم، هر روز مسافرت، اما سعیم برای این بود گناه نکنم. میرفتیم لذت میبردیم از همین جاده شاهرود به سمت شمال، راه و کوره راه نداره که ما نرفته باشیم با موتور. و همیشه بچه ها پایه بشین موتور میبستیم قانقان میشیدیم میبند. آره اونجا ماشین نمیتونست بره، با موتور میرفتیم، با ماشینش هم رفتیم. این همه نوشیدنی فقط عرق نخوردیم. آره خدا میگه نمی نوشیدنی بخور عرق نخور. این همه خوردنی میگه گوشت خوک نخور. شر و شور هم بودیم خدا شاهده. من ماه رمضون دو سال پیش پول دادم یه ختم قرآن تو ماه رمضون، گفتم ثوابش بیشتره، برای استادا و معلمایی که من سر کلاس اینا رو آسی کرده بودم. نمیدونستنم کار منه، دیوانه بودیم دیگه. درسمون خوب بود، خاطر چه دلیلی استاد از به خدا من قشنگ یه معلم هندسه داشتم گریه کرد بلاس اون سکوی جلو چیز کار من بود. زنگ زدم به دیگر رفیقام، دارم اسمش رجبی، گفتم رجبی حامد برو بگرد اینو پیداش کن بگو فلانی حلالیت میطلبه گناه، من بیام دستشو ببوسم. ما خل بودیم، خب کارا چی بود میکردی؟ این حساس بود به صدای تیک تیک خودکار، تا میچرخید بچا تیک 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 روانیش میکردن، برمیگشت میگیره میزد و همونجا نقد بود حساب. من دنبال یه بهانه ببین وقتی دارم گیر میکنه، ایرانی ها اینجوری هم دیگه، دنبال بهانه بودم که یه جوری صدای تیک تیک رو در بیارم نفهمه. بعد یک ساعتی داشتیم این ساعت مچی خودکار گذاشتم توی اینجا، زمستونم بود، کاپشن تنمون بود، خونم اون موقع تبریز بود. بعد اینو گذاشتم اینجا، اینم تا برمیگشت دستا رو نگاه میکرد، روش میبینم که من اینجوری میکردم، میگفت تق. این برمیگشت میبینم دستام، این که خودکار نداره، کیه؟ گش 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 گش. بعد ما خودش شاگرد اول کلاس بودیم، من یادم همون مثلا 19 و خورده معدل تو رشته ریاضی میبودیم. بعد تق 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 این آسیش رو یه برگشت، من دیدم اینجا دفترم رو کوبید رو میز، شور شورش گوش ریخ من رو خودم. معلم پرورشیمون یه بار آخر ترم منو صدا کرد، گفتش که بیا اینا رو ندید کات بکنید، کلیپ ازش بسازید بگید این اومده داره درس میده. میخوام بگم اینا فکر نکنید سلام علیکم و رحمت الله، از اینا نبودیم. خب معلم پرورشیم آخر سر منو صدا میکرد، گفتش که رائفی، گفتم من یه چیزی ازت میخوام، قبول داری من یک کلمه به تو حرف یاد دادم یا نه؟ گفتم بله. گفت قبول داری حضرت امیر فرمود؟ گفتم بله. من علمنی حرفا فقط سیرنی. گفت من نمیگم شما عبدی، شما آقای بزرگواری، به من بگو اون کیه صدا مگس در میاره. خب نمیدونست اومده پیش اصل جنس، پیش خودم دشمن. گفتم براتون بررسی میکنم، خبرشو بهت میدم، برو باش فلان زهر مار دست میزنی، من یه جاهلیتی کردم شما دست میزنی. حالا بذار راهش هم بهتون بگم. این بنده خدا وقتی به سمت من نگاه میکرد، ما صدا مگس در میگفتیم صدا. بعد آره این که نگاه میکرد، بعد یه مثلا شوخی هم که میکشتیمش، وقتی به من نگاه میکرد من صدامو قطع نمیکردم، تا روشو میبرد به اونور کلاس من قطع میکردم. این رفته بود تو مخش که این بابا اینور کلاسه دیگه، تا آخر تر اینور رو نگاه میکرد، خب اصلا دنبال ما نمیگشتش. یعنی یه جو این صدام صدای نازکیه، پخش میشه اصلا نمیتونه طرف تشه، دهنم بساس اصلا، بعد گمانش به این نمیره که گور به گور شده باشه. خب اون رو پیدا کردم، اون خودش بهم اسمس داد، من فلانی هم، خیلی خوشحال شدم به این جا رسید. یعنی توی وبلاگم پیغام گذاشت، بعد من رفتم توی سایتش نظر گذاشتم، شمارم گذاشتم، گفتم شما استاد من، بهم اسمس داد، من بهش زنگ زدم گفتم منو ببخش، من همونی هم که این کار کردم. 10 دقیقه میخندید، خب میگفت تو از همون اولم هم اینجوری بودی، فلان من همون الان میری با این صهیونیست و ور میری و نمیدونم. نه میخوام بگم به خدا قسم شاد بودیم، میخندیدیم، انقدر تو مدرسه و دانشگاه میخندیدیم که میمدیم خونه دپرس بودیم. دیدی زیاد میخندی؟ یعنی تو خونه مثلا پدر مادر میگفتن چه مرگته، چه شده، چه اینجوری فلان، میگفتیم هیچ، از بس خندیدیم. خب یعنی لذت بردیم از دوران تحصیل. اما همون موقع پژوهش میکردم، تحقیق میکردم، یه کتاب جدید میومد میرفتم میخونم، یه مقاله جدید، یه نظریه جدید. این به این معنی نیستش که یک زندگی دوگم، اصلا اینجوری نیست. یه امیرالمومنین لبخند از لبش نمیافتاد، آقا رسول الله لبخند از لبش نمیافتاد. حضرت میفرمود با لبخند به مردم احسان کنید، خوبی کنید، انرژی مثبت بدید، نه الان مثل برج زهرمار میونه طرف. 2 ساعت و نیم الان دارم چه صحبت میکنیم با هم دیگه نشستیم. خب برای من خدا وکیل نفهمیدم چجوری گذاشت، برای شما هم همینه دیگه، قبول کنید دیگه، خدایش همینه. خب برای چی؟ به خاطر اینکه به وقتش گفتیم، به وقتش خندیدیم. زندگی نرمال یعنی این. تازه من نرمال نیستم، من کج و کلم، آدم نرمال ندیدم. ما آیت الله زابلی، ایشون انصافا استاد اخلاق بنده است، افتخار میکنم، یک اعجوبه
مسائل فیزیک سیاه‌چاله رو من رفتم پیشش داشت میگفت من دیگه نفهمیدم نکشید مخم. یکی داریم فوق لیسانس انرژی هسته اتمی چه چیزا میخونه درس فیزیک داره، گفتم بیاین بابا بعد بیاین ببینیم چه جوریه. این میگفتش که بابا این نظریه هایزنبرگو داره میگه اونم چی فلان، به خدا اصلا عجیبه بهش دادن. اینجوری نیستش که، من بعید میدونم آخه درس دانشگاهی نخونده، خدا میده اراده بکنه یه لحظه همه چی بهت میده. من آیت الله دیدم انتگرال سگانه حل کرد، دو بار تخت سیاه رو پاک کرد تو دانشگاه شریف، تمام دانشجو اینجوری مات مونده بودن با 70 خورده ای سن. خدا اینام اینایی که ما درگیرشیم علم نیست بابا. دو تا چهار تا اراده بکنن کامتو شیره میکنن با یه قاشق عسل میزنن تو دهنه، اینجوریه. آقای زابوری دانشگاه استاد دعوت کرده بودن، بعد منم فهمیدم ایشون میاد اونجا، رفتم. بعد وقتی ایشون ماشینش رسید من رفتم درو باز بکنم، یه ایرادی که به بچه‌های دانشگاه استاد میگفتم، گفتم شما چقدر دوگمو بسته اید، برونگرا نیستید، بگید بخندید، اسلامی نیست. بعد ایشون از ماشین تا پیاده شد با 80 سالم خیلی پیر وزیر دستو بغلاشو بگید تا راه ببری، اگرم این سنو نداشته باشه واقعا 80 نشون میده. ایشون پیاده شد همینجوریش یه گفت سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، اصلا من زدم زیر خنده اینو میذارم زهر مار. خب یه آیت الله اومده برات داره اینجوری به داره حال میده، بعد تو مثلا واسه کی داری کار میکنی؟ فکر گناه داره خندیدن فکر کنه. خب حالا همشون هم پسرن اینجا باید بگی نیشتو ببن بس زشته خجالت میگی اون ورا.